حالا اگر دوستی اولا به اشتراک بگذارید در این اتاق رو و بنویسید که شرخانی شرخانی در حالا شرخانی آزاد یا شرخانی در حمایت از مردم و هر چیزی خواستین بگید چون الان میخوایم یه شرخانی و ترانه خانی داشته باشیم یه چند دقیقه ای و بعد با توجه به وضعیت اینترنت ایران و مشکلاتی که هست از خدمتون مرخص بشیم خب اگه کسی میخواد شعر یا ترانه‌ای بخونه من در خدمتش هستم در خدمت پویا عزیز هستیم پویا جان میشنویم با هم شعر عزیز تو صدای من هست دکتر جان بله بله در خدمتیم زنده باشید سلام از میکنم خدمت همه دوستان تو این روزای تلخ و خشن و پر از دود و گلوله من یه شعر میخونم براتون استفاده لبها همه بسته کشا کوره دستات زیر ضرب ساتوره وقتی که تعم گریه ها شوره هزیون و به تبهات برگردون وقتی تبر سلطان جنگل شد تصویر شیرا توی خون حل شد وقتی قلمهاشون مسلسل شد خون به مرکب هات برگردون وقتی گلوهامون و جر دادن بالای قبر مرد قر دادن دست تبرها بلدوزر دادن خشم و به مطلب هات برگردون سرگیجه دنیای راوی رو آشفتگی ها کنج کاوی رو جمعیت و حس تصاوی رو توی مخاطب هات برگردون وقتی که از رگهات خون رفته خورشیدمون از آسمون رفته وقتی که خنده یادمون رفته لبخند و رو لبهات برگردون وقتی هوا بدجور مسمومه آیندمون از پیش معلومه خواب شب از رویات محرومه رویا رو به شبهات برگردون وقتی که دنیا غرق تشویشه صبر همه داره تموم میشه یعنی که جنگل توی آتیشه و به اقرب هات برگردون این آخرین وقت ملاقاته آیندمون حد و مجازاته حتی اگه ایمان تو چشماته کفر رو به مذهب هات برگردون مرسی ممنونم پویای عزیز مرسی از این شعر بسیار بسیار زیبا اه، خب اه، من اه، نفر بعدی دوست بعدی در خدمت شدیم اعظم اسعدی در خدمت شما هستیم سلام استاد صدای من میاد بله بله صداتون دارم در خدمتتون هستم با اجازه شیر میخوام استفاده میکنیم یک دو سه به ایست تق تتق نرو نگفتمت نگرد به من که نیست لخته لخته زنگ بسته رود خون امتحان آخر و زمان که نیست خواب و خور و پف خرس قهوه‌ای روی فرش خیس آسمان کبود تیتراج می رود به سمت آن انعکاس ماه تاب خورده روی رود ماه بازگشته از میان گور تیر خورده است در ترانه جنون پیشگوی مرگ خرس رزل پیر پاک کرده لخت لخته های خون با گلوی بسته گرچه سخت میدمد دمد نی بران بسات و ظاهری سپید رود مانده از تلاش و از نفس آب مرده توی سیستم جدید نی خمیده بر گلوی رود و بعد وهم ابر میکشد دعا نویس ابر وهم میکشد دعا نویس گربه ای نشسته با نگاه خیس چنگ میزند به خود میو میو زخم پشت پای خرس قهوه ای نی نوشته در میان آه و بغز مرد آب رفت بر فدای گله ای گرگومی شرود و بوی دود و خون یاد آخرین سکانس سکشی سک باز هم رد خون و قصه جنون میکشند و میکشیم و سرخوشی ممنون استاد قربان شما مرسی از این شعر زیباتون و ممنونم از همه دوستان که شنیدن اگر کس دوست دیگه ای عباس از نازنین در خدمتش هستیم عباس چون در دخ... خب عباس ما صدا تو نداریم متاسفانه میخواید برو یه بار بیرون برگرد و تا شما در واقع چی بشی من خانم اقتصادیو میارم بالا ایشون هم ریسند کرده سلام دکتر سلام میدم خدمتتون حالا عباس فکر کنم درست شد عباس میوت بمون تا صحبت خانم اختصاری تمام شه در خدمتیم شعر عزیزتون رو میشنویم ممنونم جمعه به جای قرص جلوگیری در اعتراض مشت و لگت خوردم شنبه به جای قرص جلوگیری گفتم نه باز مشت و لگت خوردم رفتم میان کوچه و درگیری سرشار بغزهای های از بینی شکافت خون خوردم یک شم جای قرص جلوگیری میگیرم از لبان تو لب خنده میریزم از تنت به خیابان ها لعنت به قرص جلوگیری لعنت به قفل بسته زندان ها حس می کنم که زنده شده در من حسی که سالها خفش کردم با کفش های از نفس افتاده باید به راه گم شده برگردم در بازی بزرگ تری باید در انتظار فحش و کتک باشیم اما مسیر دایر ای شکل است انگار روی چرخ و فلک باشیم با اینکه آسمان خفه و سنگین افتاده روی دوش زمین اما امید نطفه در رحمم من بسته بالا می شب غمگین را شاید شبیه معجزه ای باشد با طعم خون چشیدن آزادی شاید دوباره پوست بیندازد در ما دلیل منطقی شادی شاید صدای تازه تری باشد در پاسخ همیشگی آیا در جمعه رها شده از تاریخ شاید ولی چه خالی بی پایا مرسی ممنونم از شما مرسی از شعر زیبایی که خوندین واقعا همه شعرهایی که خونده میشه بغز منو میترکونه یعنی اصلا خیلی سخت برام اداره کردن این برنامه و واقعا بچه یعنی غیر از این تعهدی که نسبت به هنر و نسبت به ادبیات و شعر داشتم و نسبت به این کارگاه نسبت به با هم بودن هیچی نمیتونست من الان بیاره اینجا چون من چند روزه تقریبا هیچ کار مفیدی نکردم و تنها قصه خوردم تنها درد کشیدم و منتظر واقعا اینم که خبرهای خوبی برسه و فقط فیلم ها رو نگاه میکنم عکس ها رو نگاه میکنم باشون اشک میریزم بغض میکنم درد میکشم خب امیدوارم که میگم پشت این همه درد و رنج یک اتفاق بهتری باشه اه، خب اه، نفر بعدی عباس جان اگر صدات وصل در خدمتیم سلام استاد جان صدای من هستش آره فقط یکم بلندتر صحبت کن اگرم از گوشی استفاده میکنی با موبایل معمولی صحبت کن یعنی اون هدفون رو در بیار که صدا بهتر بشه چش ششب صدا بهتره نه متاسفانه اه، اه... آره آره صدا خیلی بهتر شد آره الان آره خیلی بهتره ممنون مرسی توی امیدهای بشک خورده در دستهای خشک و ترک خورده از چشمهای خیس کتک خورده جز بوی انتظار نمی آید هی سرفه 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 پر از دوده شهری پر از تنفس آلوده اسم امید تو چمدان بوده حتی اگر قطار نمی آید هی hey, مشت میخوری و به حق خوردی هی hey, به سلامتی عرق خوردی هی hey, منتظر شدی و ورق خوردی تصویری از قبار نمیآید، این غم که توی چشم تو می رقصید نوری که توی خواب تو می تابید ابری که روی شمع تو می بارید از سقف تو کنار نمیآید. دنیای ما همیشه شبی باز است دنیای ما ترانه و آواز است دنیای ما امید به پرواز است دنیای ما به کار نمی آید هی hey, منتظر شدی و فقط هی hey, درد این سایه های مسخره ولگرد وقتی که توی خنده تو را له کرد به هیچ کس فشار نمی آید هر روز سید میشوی از سیاد، هر روز رنگ سرخ تو در شمشاد این چشمهای خسته توی باد زنده از انفجار نمی آید با شعر گریه کردم و خندیدم با غم شکاف خوردم و رقصیدم از ابرهای غم پرسیدم در شهر ما بهار نمی آید مرسی مرسی از تو و شعر زیبایی که برای ما خوندی عباس جان به امیدی که اون بهار خیلی زود بیاد خب محتاب قربانی نازنین در خدمتش هستیم من غیر از محتاب کسی رو ندارم در لیست شعرخونان یا کسی که میخواستن اثری رو بخونن و امروز هم میگم برنامه کارگاهی نداریم همین که جای خیلی از دوستامون الان توی این کارگاه خالیه خیلی از دوستامون که من میدونم الان تو خیابون هستن جلوی گلوله ایستادن یا خیلیاشون در اینترنتشون هستن حالا در شهرشون تظاهرات نیست قطعا میدونم که یکی دو تا از دوستایی که میومدن کارگاه هر هفته الان دستگیر شدن متاسفانه و یکی دو روز خانواده هاشون دنبالشون دارن میگردن و خیلی برای من سخته بخوام بدون حضور همه اون عزیزان کارگاه برگزار کنم فکر کنم این شعرخونی کوتاه و این یادآوری کمترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم و همینم برای من خیلی عزیزه خانم قربانی در خدمتیم سلام دکتر جان خسته نباشید چگونه است مرسی. چگونه است که شب تا دهانم رسیده است و من هنوز آفتاب لبت را برگردن آویختم چگونه است که ساعت به وقت پریشانی می گردد و من هنوز قرار آرامش دستهایت را بر پستانهایم دارم. تو را نگاه کردم، برای آخرین بار تو را نگاه کردم. در چهار راهی که می چرخید و تو که گم می شدی در شلوغی استراب آدمها. در چشمهایت نگاه کردم و تاریکی را در آغوش گرفتم. دیر بود با چشمهایت، با موهایت، با حرکت پنهان دستت گفتی که دوستم داری با چشمهایم برهنه شدم در نگاه آخرت گفته بودی برهنگیم را عکس خواهی کرد در آبی کاشیکاری های اصفهان نشد رقص تنم با تنت در خیابانی که دوستش میداشتیم نشد بوسیدن لبهایت در بوی بهار نارنجها لبت اسیر بود و تنت اسیر بود و بودنت خاطر این مست در استراب پسکوچه های خیابان کارگر. و من تندیسی در میان دود که آزادی پیچیدن در آغوش تو را میخواستم. میان ما اما از آسمان باران وحشت میبارید. نگاهت را که سرگردان بود و عاشق در دستهایم پنهان کردم. هیاهو بود و صدایی از تو نبود. نبوسیدمت سیدمت نبو سیدیم. و من دیدم لبت سرخ شد، تنت سرخ شد، خیابان سرخ شد و ساعت به وقت انقلاب ایستاد. مرسی. مرسی، مرسی خانم قربانی ببخشید صدا قطع و وصل میشه و من یه مقدار یه لحظه اومدم اول شعرتون توی شعرخونیتون خونیتون اوز میخوام. خب مرسی از خانم قربانی عزیز با شعر بسیار زیباشون. خب دوستان دیگه محسن نقدی عزیز در خدمت شما هستیم. محسن جان خیلی خوش اومدی به اه، اه، کارگاه خودت مهمان ما هستی و میگم امروزی به روز شرخونی داریم و همراهی که با مردم و تو هم همیشه از دیرباز تا الان کنار مردم نفس کشیدی مرسی محسن جا ما صدا تو نداریم یه پیشنهاد میکنم حالا یه بار بری از دروان کلاب هاوس بیرون و برگردی تا دوباره وصل بشه خب من میگم باز هم هم دردی میکنم با تمام عزیزانی که حالا نه فقط محسا امینی تمام عزیزانی خانواده هاشون که این روزها کشته شدن زخمی شدن آسیب دیدن با همه هم دردی میکنم و این بار از وجدان بزرگ رو بر دوش های خودم میدونم که نیستم که کنار اونا باشم دورم و هیچ کاری جز خبررسانی جز شعر گفتن جز حمایت جز مصاحبه کردن این روزها ازم بر نمیاد حتما شعرم به روی چشم در آخر برنامه میخونم منتظرم محسن نقدی از برگرده و یه بار رئیس هند کنی که من بیارمش بالا میدونم که البته سرعت اینترنت در ایران وحشتناکه فیلتر شکن ها هر لحظه کار میوفتن اگه کسی دیگه هست که رئیس هند کنه خب محسن جان برگشت محسن جان اگه صدا وصل در خدمت هستیم تو جان صدای من میاد الان بله بله در خدمتیم با افتخار ببخشید که اذیت شدی میدونم که وضعیت اینترنت ایران چه جور است. الان, الان هم اصلا با فیلتر شکن اومدم دیگه یعنی فقط همین واتساپ و کلاب هاوس رو ما الان داریم دیگه با فیلتر شکن هم, هم خیلی کنده عملا حالا الان بگم آره بعد حتی میدونی که الان واتساپ هم فیلتر شده و الان من با عزیزانم خیلی از دوستانی که خب ناپدید شدن امروز هنوز به خونه هاشون بر نگشتن تلفن هم جواب متاسفانه دیشب هم همینجوری شد متاسفانه خیلی از بچه ها متاسفانه ما دیگه خبر نداریم نمیدونیم کجا هستن متاسفانه اتفاق افتاده و ما نگرانیم واقعا آره موسا در خدمت شعر بخون برامون که این شعر هرچند دردار و درمان نمیکنه ولی ما رو این نزدیکی که نشون میده که ما در هر با هر عقیده ای با هر نگرشی ولی ما مردم کنار هم ایستادیم و در مقابل ظلم میستیم حالا ممکنه در نگرش ها من میدونم همه الان کسایی که تو این کارگاه هستن تو این جلسه شعر هستن با هم تفاوت نظرهایی ممکن داشته باشن یکی جمهوری خواه باشه یکی سکولار باشه یکی مذهبی باشه یکی نمیدونم چپ باشه یکی سلطنت طلب باشه هر کسی ممکنه هر عقیده ای داشته باشه ولی هممون یه چیز رو متفق قولیم که ما یه ایران آزاد میخوایم که همه این گروه ها بتونن آزاد در کنار هم زندگی کنن و حداقل تعم نمیدونم نمیگم حالا یک جامعه آرمانی ولی تعم حداقل هایی از زندگی که این همه کشور ازش برخوردارن رو بچشن من امروز خجالت کشیدم خجالت کشیدم دردناک بود که یک گروه یک گروه کثیف و دیکتاتوری مثل طالبان که عزیزان ما رو در افغانستان به بند کشیده اومده بود نصیحت کرده بود جمهوری اسلامی رو که دست از خشونت وردارید با زنان بهتر رفتار کنید و بعد نمیتونستید جواب بدید چون راست میگفت چون یعنی واقعا از طالبان هم بدتره و چقدر تلخ بود چقدر تلخ بود محسن جا میشنبه. زنده باشید من حالا شعر میخونم که دیگه وقتم خیلی نگه هرچه از انقلاب میگذرد رفت دارد به رأی و رفراندوم ربط دارد به تیر یا کاندوم مثل جادو یا آخرین جارو ربط دارد به موشها از دم سر میدان دو کورس آزادی ما دوتا کارگر تو سمت شمال میدویدی و من به سمت جنوب ما دوتا توتعه دوتا خائن که شبی بی اثر شدیم چه خوب ما دو تا بمب دستی ریزه سر در آورده ایم از مترو سر در آورده ایم از مترو ما سر آورده ایم از مترو پیکر آورده ایم از مترو هست نعشی در ایستگاه بلو که شبی است از عقب به جلو به کباب بناب زیر چلو به جوان مردی توی قصاب زیپ شلوار تو خراب شده رفت دارد به سیقه یا معده تیر خوردی دوباره چاق شدی رفت دارد جلی با معده من چه میدانم از توی بی رفت رفت دارد شقیق با معده بس که از انقلاب رد شده ای ما دو تا بی خدای بی منبر رفت داریم هر دو به نیچه به چلو با دو پرس ماهیچه رفت داریم مثل دل پیچه باد کردیم و باد تر اما پیچ میدان هنوز هم نی ریشمان را زدند پس با تیق پشممان را زدند با زرنیق رفت دادندمان به سیخ از بیخ رفت دارند سیخ ها با میخ میخ ها خط خونی تاریخ انقلاب از کجای من رد شد ما دوتا آشنای بیوطنیم که در این انقلاب بیمیدان بند پنجاه و هفتمین رخت رختیم پا شدیم از هزار و یک شب تخت شاه شطرنجی لب تختیم از قضا مثل گاو خوشبختیم از قضا مثل شیش سرسختیم رفت داریم پس به چی تو بگو ما دوتا آشنای بی ربتیم بند من را ما دو تا آشنای بی ربتیم قند من را شبی حلاهل خورد شیخ هم با دو نان و نوشابه گندمان را چنان فلافل خورد شیخ پامنبری شیطان بود سیبمان را که خورد کامل خورد من بساطی کنج میدانم هر چه تاریخ گفته میدانم خیلی ممنون مرسی محسن جان مرسی مرسی از قشنگت حالا امیدوارم حالا هفته بعد که بقیه بچه هم باشند حالا اون چند نفری که میگم اینترنت ندارن بیان اون چند نفری که دستگیر شدن ایشالا زود زود آزاد بشن بقیه بچه باشن حتما حضور داشته باش و اونجا بیشتر از شعرات از حرفات استفاده کنیم عزیزی باعث افتخار حتما میتونم دوست دارم بیام و یاد بگیرم و در کنارتون باشم خیلی ممنون لطف بزرگوار بزرگ باعث افتخار باشه. باشه. کنم. ممنونی من امیرزه عزیزم دست بلند کرده امیر دیگه کسی دیگه نیست امیررضا بخونه برای ما یک شعر و بعد منم یک شعر براتون میخونم و دیگه از خدمتتون مرخص میشیم میدونم خیلی خسته اید، خیلی درد دارید خیلی عشق دارید و واقعا مزاحمتون نباشم بهتره امیرزا جان در خدمتیم درود استاد صدای منو دارید بله بله استاد من تازه از تظاهرات اومدم و من واقعا امروز دوباره زنده شدم و خشم و عشق و شجاعت رو در چهره هم شهری هم دیدم خیلی واقعا صحنه های زیبایی بود و یه شعری میخوام براتون بخونم این شعرم البته سیاسی نیست ولی نگه شدم تو این برنامه بخونم اگه اجازه بدید بخونم عزیز منی امیدوارم که میگه کاشکی وصل شود عشق تو به آزادی بخون هستم شبیه واتساپ و گوشی خاموشت مثلم شبیه گریه های توی آغوشت دورم بکن از خود ولی دورم نکن از خود من مرغک گیجم ببین قد قد شکم و شک دارم به هرچه که یقین دارند این مردم جاکش غلط کردند دین دارند هرچند که مردم همه پستند ناچیزند و داخل لیوان هم نوشابه میریزند تنهاییم را توی آغوشم نمیگیرم تنها نمیمیرم 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 آن کسی که باید روزی از تقدیر میآید فنجان قهوه گفته که او دیر میآید گوه خورده مادر قهوه فنجان کسی پیر یعنی که چه این پیشگویی کثیف دیر شبهای من بازیچه قهوه نخواهد شد تقدیر من با دست من مکتوب باید شد هر چند دست و پای بست گوشه گیجم باید که برگردم از این مرگه به تدریجم هرچند درگیرم که شبها من به کابوسه باید که برگردم به چه به آخرین بوسه که روزهای بد نرفته بدترش آمد که مرغ من آدم نشد قد آمد سردرد دارم من نگاهم ما همه ما هیچ راه فراری نیست از این خواب پیچا پیچ شطرنج بازی کرده من هی مخته هی مات جای مرا خالی بکن در گوشه شب هات این مرد گیجه این پرنده دست بسته است یعنی که خسته است خسته است خسته است حتی مخاطب خسته شد از بس که خسته خوان راوی رها کرد و حکایت توی گیجی ماند راوی شده خواننده یک شعر ترسو که که عاشق او بود روزی عاشق او حالا ببین ای دختر اسیانگر زیبا شک کردم من به تو که هستی از این دنیا دنیا تو را برد و به نفرت هاش عاشق کرد این قول تنها گوشه قصر خودش دخ کرد من ماندم و تنهایم در بین این تنها یعنی هنوزم توی فکرت هست این تنها من ماندم و ماه و شب تاریک و دلتنگی من گیر افتادم برای من نمیجنگی من گیر افتادم برای من نمیجنگی یعنی دلت دارد برای من نمیتنگی گرچه تصور میکنم شب ها نمیخوابی اما نمیدانم برای من تو بیتابی این مصنوی اصلا برایت ارزشی دارد تشویش من در قلب تو هم لرزشی دارد من زنده ام گرچه نمیدانم که زنده چیست تو بنده من بوده میدانی که بنده چیست سرگیجه ها دارد دوباره مرغ من از خود میپیچد و میپیچد و میپیچد و قد, قد دختر ببین رسمش نبود این گونه تنهایم بگذاری و آوار شد بعد تو رویایم اما امیدی هست پس من زنده میمانم آن کس که باید روزی از تقدیر میدانم تمام شد یه های از شعر شما داشت و یه اشاراتی مرسی مرسی امیرزا جان الان امیرزا اومد خب یاد افتادم که برنامه جمعه رو ما بعد موقع امیرزا عزیز زنگ میزن شعر میخونه حتما اگه دوست داشتید برنامه این جمعه رو هم ببینید من قول داده بودم حالا امیرزا رو بفرستم پایین بعد صحبت هم بکنم امیرزا هم نشه من قول داده بودم که این هفته برنامه بامداد که از کانال وان پخش میشه و هر هفته من به شعر و ادبیات میپردازم چند هفته بود همش تلخی بود و ما در واقع هر هفته در سوگ یک بزرگ می شستیم یعنی از جناب معروفی گرفته جناب رویایی گرفته جناب ابتهاج گرفته جناب براهنی گرفته هر هفته ما می اومدیم یه برنامه در واقع روال برنامه رو پیش بگیریم خب یه ویژه برنامه می در نبود یک هنرمند بزرگ قول داده بودم من که این هفته قول داده بودم خدمت مخاطبان که یک ویژه برنامه ای که چند مدت تهیه کردم و منتظر پخش بشه اون پخش بشه حتی زنده است برنامه ولی خب در واقع ویدیوهایی که آماده شده اون برنامه در مورد موسیقی شاد ما بود میخواستم در مورد موزیک شاد و موسیقی شاد ما که در واقع پشتش تفکر اندیشه است و چه اصلا چگونه تونستن یه سری موسیقی شاد ما هیت بشن چه ویژگیهایی داشتن صحبت کنم و بعد محسا امینی رو کشتن بعد مردم رو در خیابون ها به رگبار بستن و باز باز خب این هفته من نمیتونم اون برنامه رو اجرا کنم میخوام این هفته به سرودهای انقلابی انقلابی نه به معنی انقلابی اونا انقلابی منی انقلابی ما بپردازم و جایگاه موسیقی و شعر در اعتراض در انقلاب بپردازم حتما پیشنهاد میکنم این هفته ببینید هرچند برنامه خیلی تلخیه برنامه قمنگیزیه حالا دارم آمادهش میکنم ولی توصیه میکنم ببینید برنامه بامداد این هفته رو از کانال وان و یه نکته دیگه که کار خانم اقتصادی ترانه زیباشون در مورد زنان و حالا قضیه این آزارهایی که نه فقط البته زنان کل جامعه ایرانی تحت تاثیرش هستن رو در واقع یک ترانه امروز منتشر شد با صدای ماریای عزیز خواننده خوب و جوونمون که با صداش آشنا هستید با موزیک های خوبش آشنا هستید و با موسیقی خوب گروه آرسپاند که همکاری من و احتمالا با این گروه شنیدید دیدید و به پکیج خوبیه ویدئوی خوبی هم ساختن یک دختر خانم افغانستانی بسیار عزیز هم در این ویدیو در واقع اجرا میکنه پرفورمنس میکنه حالا در واقع طراحی رقص کرده بسیار خوبه پیشنهاد میکنم هم ویدیو رو اگر سرعت اینترنتتون بالاخره اجازه داد ببینید هم فایل صوتیش گوش بدید و یک لذت آمیخته به رنجی رو ببرید خب مرسی از همتون مرسی و من هم یک شعر میخونم و از خدمتتون مرخص میشم در باید تاریخچه این شعر من شعرها میدونم که همیشه میگن تاریخ این شعر کدومه هیچ کدوم تاریخش رو نمیدونم مثلا حدودی میدونم ولی مثلا اینکه این شد دقیقا چه روزی چه ساعتی چه ماهی سروده شدن نمیدونم ولی این شعری که الان میخوام برای شما بخونم رو خوب خوب میدونم که کی گفتم علتش اینه که خب من شاید خب آدم سیاسی نبودم داخل ایران دیگه آدمی بودم که اهل شعر بود داستان بود و خوب بالاخره مثلا جامعه شناسی روانشناسی فلسفه علوم سیاسی هم خونده بود نظرگاه خودش هم داشت ولی فعالیت سیاسی هیچ وقت نمیکرد؟ اما خب مثلا یه بزنگاه های تاریخی هست دیگه یه بزنگاه های هست که مثلا 18 تیر 78 تو میری یه سم دوستای های یه سری قمه به دست دهنمکی و یاران و یارانش و نیرو انتظامی که اومدن دارن چشار در میارن و دانشجوها رو پنجره پرت میکنن پایین تو مشخص شاعر هستی که هستی مشخص باید کدوم طرف ماجرا وایسی سال 88 هم همین بود یه بر مردم شریف ایرانن که حتی اون سال شعار نمیدادن و یه بر اون آدمایی که با اسلحه از بالای پشت بوم به سمت مردم شلیک میکردن خب من 88 اولین بار 13 آبان نسگیر شدم و توی تظاهرات البته تظاهرات که چه ارز کنم من تظاهراتو تظاهرات رو ندیدم اما ماشین که پیاده شدم من انداختن و بردن به خودشون یعنی هنوز نرسیده بودم به تظاهرات یعنی از تاکسی پیاده شدیم به اتفاق بچه کارگاه وارد خیابون شدیم منو کردن سوار یه ماشین دیگه بردن به خودشون ولی اون روزم بسیار منو به وحشتناک کتک زدن و یک جایی به خیال اینکه در واقع من چون خونریزی کرد از بینی و گوشم بلای سرم اومده بردن گوشه خیابونی پرت کردن و رهام کردن و من خودم رسوندم خونه و خوشبختانه چیزی نشد اما اولین باری که دستگیر شدم به معنی واقعی سال 89 بود که یه روز تو خونم نشسته بودم شاد و خندان سیزده فکر میکنم مهر بود سه روز بعد از تولدم و در, در واقع شکوندن و ریختن تو خونه و منو با خودشون بردن و بعدا حالا البته بازجویا طوری بود که چون وزارت اطلاعات بود و حالا یه مقدار سعی می کردن خیلی مثلا خبر رسانی نشه و اینا اینجوری که شبا برمیگشتم خونه یعنی اینجوری بود که من تو اوین نبودم سال 89 برعکس 92 که من دزدیدن بردن خودتون ماجره ها رو توید بعد از حدود یه در روز که من آزاد شدم خیلی روزه سختی بود تلخی بود مثلا تجربه بازجویی شدن و اصلا اون وضعیت وحشتناک رو نداشتم و کاری هم نکرده بودم مثلا یعنی فعالیت خاصی هم نداشتم و موقعی که آزاد شدم سال 89 از همونجا که می اومدم بیرون از در واقع نزدیک پل سید خندان اون اتاقکی که بازجویی می شدم توی وزارت اطلاعات در حال که داشتم می اومدم بیرون توی راه شروع کردم به این شعر رو گفتن و همون شب تکمیل شد برای همین این شعر رو خب دوست داشتم برای شما امروز بخونم شاید خی... شعری بوده که من توی انفرادی سال 92 گفتم شعری بوده که روز دادگاه هم تو سال 93 و 94 گفتم شعری بوده که در حال فرار از مرسا گفتم شعری بوده که بعد از اینکه در واقع آزاد شدم از زندان گفتم اما همه این شعرها به نظر من اون صداقت و خشمی که این شعر اولی که یا با اولین روبه روی من با اون حجم از کسافت به طور نزدیک بود و نداره و این شعر تقدیم میکنه به همه شما و همه عزیزانمون که هفته پیش تو کارگاه بودن و الان کنار ما نیستن خدا را خودکشی کردند از تاریخ تختی ها خدا را خودکشی کردند از تاریخ تختی ها و شد سلطان جنگل گنده میمون درختی ها اگر که گوسفندم یا خدایم قول یک چشم است مدار حرکت کل جهان بر پایه پشم است که پشمم کل این بازی شعر و شورها کشک است پیازی خورد کن بر چهره تمساها اشک است شب است و همنوایی کلاقان با مسلسلها میان خرمنی از پشم میسوزند جنگلها غروبی كاذهب استین در افق خون خونها پیازی خورد کن که جشن میگیرند میمونها گناه اولت این بود که میخواستی باشی سر گنجشک را کردن توی حوز نقاشی شراب و خون به هم سر کرده می نوشند کرکس ها بیاور آب زمزم را به تقدیس مقدسها ها فست شبیه و رید شیر و از جهان شور بختی مرد خبر آمد خبر آمد خبر آمد که تختی مرد عوض گشتند از تاریخ بی تاریخ قانون ها کسی در آینه خندید و خندیدند میمون ها جهان بند بازی بود و میمون بود و شکلک ها تمام بچه شیران غرق بازی با عروسک ها گذر کردیم از باید به درد آخرین شاید صدای باد می آید صدای باد می آید صدای باد از خوابیدن پاییز با گلها صدای باد در افتادن ما کم تحملها صدای باد در غمگینی گیسوی شرقیها صدای باد از جشن تبر با اره صدای باد از مهر سکوت مانده و لبها صدای باد در آرامش شلیک در شبها که سر دادیم و عمری در دل تاریخ سر کردند گذر کردیم و از نعش من و جنگل گذر کردند فصل یکی بودن گویا اول و پایان سختی ها شبانه خودکشی کردند رستم ها و تختی ها پیازی خورد کن بر سینه این آش ناهمگون پیازی خورد کن بر عشق کامان در میان خون بگو با گوله یک چشمت که دشت پشم خواهد سوخت که از سیگار یا از بغز یا از خشم خواهد سوخت بگو با کرکسان پیر از برگشتن خم ها به میمون ها بگو سر میرسد فصل توهم ها به گنجشکان بگو از آخر این فصل خفاشی که جادو می کند یک بار دیگر حوز نقاشی بزن سیلی به گوش ارها و باد سرگردان دوباره بچه شیران را به جنگل هات برگردان که جنگل سوخ که جنگل سوخت اما زیر آن امید جریان داشت که پشت ابرهای تیره هم خورشید جریان داشت کسی در خانه های ساخته بر خون نمی خندد کسی دیگر به دلقک بازی میمون نمی خندد فس زبان وا کرد تا افشا کند شبهای سختی را زبان وا کرده بود و خودکشی کردند تختی را نمی مرد و میان اشک و آتش باز هم جان داشت به جای خون به رگهای غمش ققنوس جریان داشت اگرچه حاکم دنیا مسلسل بد بودند تمام بچه ها تاریخ جنگل را بلد بودند صدای سرو در آینده ای آزاد می آمد. صدای باد می آمد. صدای باد می آمد. ببخشید شهر طولانی بود ممنونم که گوش دادید مرسی ازتون به امید روزی که صدای سرب در آینده آزاد بیاد خون همه عزیزان ما اونهایی که از اونهایی که واقعا سالها پیش از همون اوایل رفتن تا نداها و صحرابها، تا امروز محصاها تا همه اونا یعنی انقدر زیادن که میتونیم تا صبح اسم ببریم و اشک بریزیم حداقل خون اونا پایمال نشه حداقل بگیم که یه فایده ای داشت چون اگر واقعا تش فایده ای نداشته باشه و یه داستان سیزی افواری باشه خیلی جهان جای بدیه برای زندگی خیلی جای بدیه دوستتون دارم میبوسمتون مراقب خودتون باشید من غیر از شماها هیچ کسو در دنیا ندارم و شما از های من هستید میبوسمتون از راه دور رو مرسی که امشب در کنار من بودید و مرسی که صبوری کردید با وجودی که برنامه کارگاه نداشتیم ولی بودید بالاخره خودتون میدونید من نمیتونم وقتی یه سری از بچه ها نیستن یه سری بچه ها اینترنت ندارن و تو چنین شرایطی که میگم اصلا حال ایران خوب نیست کارگاه برگزار کنم ولی چون قول داده بودم و میدونم که ادبیات هیچ وقت نباید تعطیل بشه، هنر نباید هیچ وقت تعطیل بشه، رسالت تفکر و اندیشه و فرهنگ ما نباید تعطیل بشه، این جلسه رو تعطیل نکردم. دوستتون دارم، شبتون بخیر باشه. با هم رسانی، کامنت و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید. دکمه سابسکرایب یادتون نره.